درود بر شما هموطنان و شجاعان ایران زمین. تیتر اخبار این ساعت: خاموشی صنایع استارت خورد، مردم پولهای خود را از بانک‌ها خارج کردند. صدای اعتراض فقها و مراجع قم بلند شد، خامنه‌ای قاتل، ولایتش باطله. و وزیر خارجه رژیم به لکنت افتاد، سرب داغی که چین در دهان خامنه‌ای ریخت. گزارش کوتاهی بشنوید از آخرین رویدادهای انقلابی در خیابان‌های ایران. همزمان با شدت گرفتن خشم عمومی از اعدام محسن شکاری، شهرهای مختلف کشور صحنه خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بود. معترضان علاوه بر شعاردهی و حضور در تجمعات، در اعتراض به در خطر بودن جان زندانیان سیاسی، تظاهرات گسترده سکوت برگزار کردند. با وجود اخلال گسترده در اینترنت و محدودیت شدید در اطلاع رسانی، ویدیوهای رسیده و تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از ادامه خیزش انقلابی در شهر های کوچک و بزرگ از جمله تهران، تبریز، اصفهان، اهواز، کرج و شهرهای مختلف کردنشین حکایت داشت. مرگ بر خامنه‌ای! وعده‌هاشون سرابه، جوابش انقلابه. معترضان در ستارخان با روشن کردن آتش و بستن خیابان‌ها شعارهایی از جمله خامنه‌ای قاتل، ما همه محسن هستیم و هر یک نفر کشتشه، هزار نفر پشتشه سر دادند. نیروهای سرکوبگر به راهپیمایی سکوت مردم در ستارخان حمله و تیراندازی کردند. طبق این گزارش، ماموران سرکوبگر و بسیجی‌های موتورسوار به همه عابران در پیاده رو، حتی به کودکان و سالمندان و کسانی که در صف خرید ایستاده بودند، تیر ساچمه‌ای شلیک می‌کردند و فریاد می‌زدند: گم شید خونه هاتون. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. خاموشی صنایع استارت خورد، مردم پولهای خود را از بانک‌ها خارج کردند. افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز و همچنین نوسان شدید بازار بورس پیام منفی برای بازارهای مصرفی از جمله مواد غذایی داشت. در حالی که قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی نیز همچنان افزایشی است، اما تحمیل تورم بیشتر به بازار مواد خوراکی از توان بسیاری از شهروندان که با درآمدهای زیر خط فقر زندگی می‌کنند خارج است. از هفته گذشته مردم با مراجعه به بانک‌ها در حال خروج پول‌های نقد خود هستند تا آن را به دلار یا ارزهای معتبر تبدیل کنند. اوضاع بانک‌ها به حدی خراب شده که مجبور شدند به طور بی‌سابقه به چاپ اسکناس دست بزنند، اقدامی که در نهایت باعث کاهش ارزش پول ریال و تورم افسارگسیخته بیشتر می‌شود. کاربری در این باره نوشته: برای مقابله با جمهوری اسلامی و تسریع سقوط نظامی که فکر می‌کند با اسلحه و کشتار و سرکوب قادر به ادامه حکمرانی است، برخی شهروندان فراخوانی را برای خارج کردن پول از حساب‌های بانکی راه انداختند. از روزهای گذشته مردم با کارمندان و حراست بانک‌ها به علت نداشتن پول نقد درگیر شدند. همچنین طی چند روز گذشته شرکت‌های پتروشیمی پردیس، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی شیراز و پتروشیمی زاگرس به همراه نماد فسبزبار طی اطلاعیه‌ای به دلیل قطع گاز از توقف تولیدات خود خبر دادند که از نظر اهالی بازار این شروعی برای خاموشی صنایع است. تولید گاز و نفت کشور به نقطه تقریبی صفر رسیده. بر اساس اعلامیه کارکنان پارس جنوبی و پالایشگاه تهران، اوضاع سوخت زمستان به حدی خراب است که رژیم
در حال مذاکره با چند کشور شمالی جهت واردات گاز است. اخباری که به دلیل اوضاع به شدت امنیتی کشور از مجاری رسمی اعلام نمی شود و دولت رسانه ها را مجبور به سکوت در این باره کرده است. در حال حاضر 20 شرکت صنعتی مادر در کشور به طور کامل خوابیده است. به این معنی که اقلام خوراکی و مصرف روزمره مردم به دلیل اعتصابات و نیز پایین بودن تولید به وضع غیرقابل بازگشتی رسیده است. روز گذشته بازارهای مالی نیز در ایران سقوط کرد. در نخستین روز از سومین هفته آذر ماه بازارهای مختلف ایران شرایط پرالتهابی را سپری کردند. در ساعات اولیه فعالیت بورس شاخص بازار بیش از 4000 واحد ریزش کرد و همزمان در بازار طلا قیمت هر سکه به بیش از 18 میلیون تومان رسید. به گفته تحلیلگران بورس، ریزش سنگین شاخص در شرایطی رخ داد که شرکت‌های بزرگی که از کاهش ظرفیت تولید به علت کمبود گاز خبر داده بودند، همگی قرمزپوش شدند. ریزش این شرکت‌ها موجب افزایش عرضه در بازار شد و موج خروج پول حقیقی نیز بزرگتر شد. صدای اعتراض فقها و مراجع قم بلند شد. خامنه ای قاتل، ولایتش باطله. در حالی که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی حکومتی ایران از اعدام محسن شکاری دفاع کرد، صدای مراجع و فقهای قم در اعتراض به این قتل حکومتی بلند شد. ستایشی با اشاره به انتقادات از اجرای حکم اعدام محسن شکاری گفت: زیر سوال بردن اقدام دستگاه قضایی ظلم به قانون است و شرع اجازه مماشات نمی دهد. محسن شکاری روز پنجشنبه 17 آذر به دار آویخته شد. قوه قضاییه جرم وی را محاربه اعلام کرده، اما غیر از مخالفت گسترده داخلی و بین المللی از اجرای حکم وی، شماری از حقوقدانان ایرانی هم اتهام وارده به وی را مصداق محاربه ندانسته و اعدام وی را از نظر قانونی محل اشکال دانستند. کاظم قاضی زاده مدرس دروس خارج فقه حوزه علمیه درباره اتهام محاربه نوشت: موضوع آیه 33 شریفه مائده موضوع خاص و دقیقی است. بنابراین نمیتوانیم هر موضوعی را که در قرآن کریم برای گروهی خاص مطرح شده توسعه بدهیم و از نظر خودمان به افراد دیگر هم سرایت بدهیم. آیت الله مومن در مقاله‌ای به دنبال آن بودند که برخلاف بیشتر فقها که مجموع محاربه و فساد را یک موضوع می‌دانستند، بگویند محاربه و فساد هر کدام به تنهایی موضوع این آیه شریف است و با توسعه عنوان فساد گستری حکم آیه را به براندازان حکومت اسلامی تسری دهند. او در ادامه گفته بود که آیت الله شاهرودی در یک مقاله نقدی مفصل نسبت به مطالب آقای مومن همان نظریه مشهور فقها را تایید و کردند. این آیه به کسانی اختصاص دارد که با ترساندن مردم به قتل و جرح و بردن مال مردم و غارت کردن آنها تلاش می کنند و کسانی که علیه حکومت و در راه براندازی دولت تلاش می کنند مصداق محارب شناخته نمی شوند. روزنامه جهان صنعت پس از انتشار این مطلب و توضیح نظر رئیس سابق قوه قضاییه شاهرودی مبنی بر اینکه تلاش برای براندازی حکومت مصداق محاربه نیست توقیف شد. اسقر ناظم‌زاده قمی از مدرسین حوزه قم نیز در نامه به غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درباره اعدام شبهناک محسن شکاری و دور باطل و کور خشونت ورزی در کشور هشدار داد. محمد حسین ساکت در گفتگو با کانال خبری امتداد گفت: آنچه مسلم است این است که عنوان محاربه تعریف و عناصر خاص مربوط به خود را دارد. در پرونده محسن شکاری عناصر محاربه محرز نشد. به گفته این قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری به هر پرونده نمیتوان عنوان محاربه داد. او در مورد پرونده محسن شکاری گفت: در موردی که به اجرای حکم اعدام جوانی به نام محسن شکاری شد، طبق اخبار منتشر شده ظاهرا انسداد خیابان و نهایتا جرح یکی از مامورین مطرح بوده است، امری که اساسا به قتل نیز منتج نشده و با یک حکم تند غیرقابل قبول مواجه هستیم. وزیر خارجه رژیم به لکنت افتاد. سرب داغی که چین در دهان خامنه ای ریخت. موسمینه نوکر روس و چینه.
پایان سفر شی جین پینگ به عربستان سعودی با دو شوک بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی همراه شده است. چین در موازی دور از انتظار برای ایران در کنار عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس ایستاده است. نظام جمهوری اسلامی ایران در پایین‌ترین سطح مشروعیت داخلی و با نازل‌ترین دوره مقبولیت بین المللی مواجه است. چین را هم از دست داده است. رئیس جمهور چین بیانیه‌ای مشترک با حکومت عربستان سعودی منتشر کرده که در آن از حکومت ایران می‌خواهد در پرونده جنجالی اتمی با آژانس بین‌المللی همکاری و از دخالت در امور کشورهای همسایه پرهیز کند. در قدم بعدی رئیس جمهور چین بیانیه مشترک با دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس را هم امضا کرد که در آن از امارات متحده عربی در اختلافش با ایران بر سر جزایر سگانه حمایت شده است. با امضای این بیانیه‌ها دولت چین در کنار رقبا و همسایگان ایران ایستاده که هم بابت برنامه اتمی آن نگرانی دارند و هم به طور پی در پی از تشکیل گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای عربی احساس ناامنی می‌کنند و هم وارد یک اختلاف دو جانبه سرزمینی یعنی جزایر سگانه ابو موسا تن به بزرگ و تن به کوچک شدند که مثل موضوع اختلاف دریای جنوبی چین و همسایگانش حساسیت برانگیز است. کنار کشیدن چین از همکاری با ایران مدت هاست که رخ داده، اما نشانه های آن اکنون در حال بروز است. منتقدان سیاست‌های ویرانگر جمهوری اسلامی در مورد بیانیه‌های مشترک چین با عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج فارس می‌گویند که چین هم جمهوری اسلامی را رها کرده است، اما رسانه‌های حکومتی می‌گویند این علامتی است از اینکه جمهوری اسلامی خود را در امضای توافق همکاری 25 ساله به چین نفروخته بود. علامتی دیگر از اینکه گیرنده‌های نظام ناتوان از درک نگرانی شهروندان ایرانی نسبت به این مسائل هستند. آنچه ایرانیان در زمان امضای قرارداد 25 ساله نگران کرده بود، ماهیت پنهانی و مخفی‌کاری جمهوری اسلامی و علاقه و اصرار چین به این همکاری‌های محرمانه بود، نه اصل توافق. آنچه هم که اکنون شهروندان ایرانی به درستی متوجه آن شدند، اینکه حتی حکومت چین هم که نظامی از نظر سیاسی بسته و استبدادی است، از جمهوری اسلامی دفاع نمی کند و در کنار عربستان و امارات به تهران پند و اندرز داده و راه خود را از نظام حاکم بر ایران جدا نشان می دهد. در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دیدار سفیر چین با دستیار وزیر خارجه ایران خبر داده، حسین امیرعبداللهیان در توییتی درباره بیانیه مشترک اخیر چین و کشورهای عربی از چین نام نبرد. امیر عبداللهیان روز شنبه در واکنش به این بیانیه در توییتر به زبان فارسی نوشت: جزایر سگانه ابو موسا، تن به کوچک و تن به بزرگ در خلیج فارس اجزای جدایی ناپذیر خاک پاک ایران است و به این مام میهن تعلق ابدی دارد. این توییت امیر عبداللهیان واکنش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند: امیر عبداللهیان در حالی جرأت نکرده نامی از چین در این توییت خود بیاورد که پیشتر در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.